الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وعظم في أركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرمودند که موجود دو قسمه، یا وجود و عدم براش مساوی است و حتما باید غیری اون رو به وجود بیاره، این میشه ممکن الوجود، و یا این که نه، خودش حتما به خودی خود باید وجود داشته باشه و بهش میگیم واجب الوجود. قسم دوم اینه که به خودی خود وجود داره و نیاز به علت نداره، بهش میگیم واجب الوجود. و در مقابل کسی که منکر باشه میگیم خب بدون شک موجودی در کار هست، ولو تو سوفسطایی هم باشی خودت و افکار خودت رو قبول داری، عالم رو انکار میکنی. خب این موجود اگر واجب الوجود باشه پس تو واجب الوجود را قبول داری، بریم حالا سر صفاتش بحث کنیم. ولی اگر میگی ممکن الوجوده، خب ممکن الوجود باید غیری اون رو ایجاد کرده باشه، و اون غیر اگر واجب الوجود باشه باز مطلوب ما ثابته، اگر اون هم ممکن باشه دو مرتبه نیاز به یک به وجود آورنده داره. اگر به وجود آورنده اون دومی همین اولی باشه دور لازم میاد، و اگر دومی را سومی، سومی را چهارمی، همین جور بی نهایت افراد دنبال هم بودن، این میشه تسلسل. دور و تسلسل عرض کردیم باطله. چرا دور باطله؟ به خاطر اینکه نمیشه یک چیزی علت وجود خودش باشه، یک فرزندی پدر خودش باشه، این امر محالیه. و ذالک لانه اذا توقف الف على ب کان الف متوقفا على ب و على جميع ما يتوقف عليه ب. قرار بر این اگر شد که الف متوقف بر ب باشه، معلول ب باشه، و خود الف میبینیم که متوقف است بر ب، یعنی به علتشه و همچنین همه علتهای اون، و علا جمیع ما یتوقف علیه به، همه علتها هم باید باشن تا این موجود بشه. و من جملت ما یتوقف علیه به هو الف نفسو، در حالی که یکی از چیزهایی که به بر اون متوقفه خود الفه، فیلزم متوقف و علا نفسه، پس باید خودش علت خودش هم باشه. و الموقوف علیه متقدمون و الموقوف علیه متقدمون علل موقوف، و چیزی که بر چیزی متوقف باشه حتما باید چیه؟ اون چیز متقدم بر این باشه. فیلزم متقدم و علا نفسه، پس بعد خودش قبل از خودش وجود داشته باشه که علت خودش رو به وجود بیاره، که اون علت باز این رو به وجود بیاره. و المتقدم من حیث انه متقدمون یکون موجودن قبل المتأخر، متقدم از حیث تقدمش موجود به هست قبل از اون متأخر. فیکون الالف حین ایدن موجودن قبل نفسه، پس الف قبل از خودش باید موجود باشه. فیکون موجودن معدومن معن، پس باید هم موجود باشه که علت خودش رو به وجود بیاره، و هم باید معدوم باشه چون میخواد اون علت این رو به وجود بیاره، و در آن واحد باید هم موجود باشه هم معدوم، و هو محال. و اما تسلسل، اما تسلسل چرا باطله؟ که هر کدام علت قبلی داشته باشن تا بی نهایت. فرمودن که تسلسل هو ترتب علل و معلولات بحیث و یکون السابق علتا فی وجود لاحقه، و هو هاکذا ایضا باطل. تسلسل این است که مترتب باشن علل و معلولات به گونه ای که همیشه قبلی علت باشه برای بعدی، و همین طور ادامه داشته باشه، و این هم باطل است. لأن جمیع آحاد تلک السلسله الجامعه لجمیع الممکنات تکون ممکنتن،
چرا باطله؟ به خاطر اینکه همه این سلسله روی هم دیگه ممکن الوجودن و اینها متصفن و مشترکن در این صفت که این چی همه‌شون ممکن وجودن محتاج به غیرن. پس همه با هم در صفت امکان مشترکن و همه با هم محتاج به مؤثرن. بعد مؤثرش از سه حال خارج نیست، فمؤثرها اما نفسها یا مؤثرش خودشه، این مجموعه رو یا خودش ایجاد کرده، باز همون اشکال قبلی لازم میاد، تقدم شی بر خودش، او جزءها یا اینکه یک جزئی از این کل را به وجود آورده، باز همون اشکال پیش میاد، باید این مجموعه باشه که جزءش باشه که اون جزء این مجموعه رو دو مرتبه به وجود بیاره، این هم تقدمش الان نفسه لازم میاد. اول خارج و انها یا اینکه یک موجودی باید باشه که نه کل این سلسله باشه نه جزء این سلسله، پس خارج از این سلسله است. ول اقسام و کلها باطلتون قطعا، و هر سه صورت باطله، هم جزئش هم کلش هم چیزی که داخل مجموعه باشه در این حال خارج از مجموعه باشه، اینم باطله، مگر بگیم یک چیزی خارج از مجموعه است و اون اصلا ممکن الوجود نیست، که در اون صورت درست میشه. اما الاول فالاستحاله تاثیر شی فی نفسه، اما اینکه خود مجموعه خودش رو ایجاد کرده باشه این محال است، به خاطر اینکه محال است که چیزی خودش در خودش تاثیر بذاره و خودش رو به وجود بیاره، و الا لازم تقدم علی نفسه و باطل کما تقدم، و این رو قبلا گفتیم که باطل چیزی بخواد خودش به وجود بیاره. و اما الثانی فلانه لو کان المؤثر فیها جزءها، اگر قرار بود که مؤثر جزئی باشد از خودش، لازم ان یکون الشیء مؤثرا فی نفسه، پس باز هم باید اون شیء در خودش تأثیر گذاشته باشه. چرا؟ چون لعنه من جملتی ها، خودش هم جزئی از این مجموعه است دیگه، پس بعد خودش هم به عنوان اینکه جزئی از این مجموعه است خودش را به وجود بیاره، چون میخواد کل را به وجود بیاره. فیلزم و تقدم و علا نفسی و علله، پس لازم میاد که بر خودش و علتهای خودش مقدم باشه، و هو ایزن باطلون. و اما ثالث فلوجهین، اما چرا از این مجموعه ممکنات نمیتونه یه چیزی باشه که خارج از اینها باشه؟ باز چون تناقض لازم میاد. الوجه الاول، دو وجه بطلان داره. وجه اول انه یلزم ان یکون الخارج عنها واجبا، چیزی که خارج از این مجموعه ممکناته خب واجب الوجوده و نتیجه‌ای که ما گفتیم ثابت میشه. اذ الفرض اجتماع جمله الممکنات فی تلک السلسله، به خاطر اینکه فرض ما بر این بوده که همه ممکنات داخل در همین مجموعه هستن و چیزی که خارج از مجموعه باشه خارج از ممکناته. فلا یکون موجودن خارج عنها الا الواجب، پس نمی شود که خارج از اون باشه مگر اینکه واجب باشه. از لا واسطه بینهما، چون یه چیزی که نه واجب باشه نه ممکن که نداریم، یا واجب یا ممکن. فیلزم مطلوبنا، پس مطلب ما ثابت شد. الوجه الثانی، وجه دوم، انه لو کان المؤثر فی کل واحد واحد من احاد تلک السلسله امرا خارجا عنها، اگر قرار باشه که یک امری خارج از این مجموعه علت این مجموعه باشه و تک تک رو ایجاد کرده باشه، این لازم میاد چی؟ لازم اجتماع و علتین علی معلول واحد شخصی، لازم میاد که هر کدوم از اینها یک علت جداگانه ای داشته باشه و همه اون افراد در یک دیگه علت میذارن، علت هندسر و تأثیر میذارن، این یک جهت، هر کدام از اینها در بعدی علت میذاره تأثیر میذاره، هر کدام از این افراد معلول فرد قبلیه و قبلی در این تأثیر گذاشته، اون خارجی هم تأثیر گذاشته، پس هر کدام را دو تا علت ایجاد کرده. و ذالک محالون، این هم محال، لأن الفرض ان کل واحد من احاد تلک السلسله مؤثر فی لاحقه، ما فرض کردیم که هر کدام معلول قبلیه، بعد اون خارجی هم دو مرتبه بخواد در این تأثیر بذاره، پس یک معلول دو تا علت بد داشته باشه، مثل اینکه یک آدم دو تا پدر داشته باشه، میگیم نگاه کن این هر فردی فرزند قبلیه، یه نفرم از خارج پدر همه تک تک اینا هست، پس هر نفر باید دو تا پدر داشته باشه، و این امر محالیه. و قد فرض تأثیر الخارج فی کل واحد منها، هر کدام علت بعدیه همه هم باز اون خارجی علت در همشون هست. فیلزم اجتماع علتین علی معلول واحد شخصی، پس لازم میاد که هر یکی که واحد شخصیه دو تا علت داشته باشه، یکی قبلی یکی هم اون امر خارجی، و هو محال، اینم محاله. و الا لازم استغناؤه عنهما حال احتیاجی الیهما،
خب اگر کسی بگه که قرار باشه خب هر معلول دو تا علت داشته باشه، میگیم خب بازم نمیشه، چون وقتی که یک چیز دو علت داشته باشه یعنی هر کدام به تنهای علتشه، پس به اون علت دیگه نیاز نداره، باز به این علت دیگه هم نیاز نداره، در این حال میشه چی؟ محتاج به هیچ کدوم نباشه. فیجتمع النقیضان و هو محال، این هم باز نقیضان جمع میشه و این امر محاله. فبطل التسلسل مطلقا، پس این که بگوییم این سلسله هر فرد معلول قبلی هست و بی نهایتا این هم امر محالیه. و قد بان بطلان و دوره و تسلسل، پس هم دور باطل شد و هم تسلسل باطل شد. فیلزم المطلوب، پس باید یک موجودی باشه خارج از اینها که اون واجب الوجود باشه و هو وجود الواجب تعالی. الفصل الثانی فی صفات ثبوتیه، الصفة الاولى انه تعالی قادر مختار. خب تا اینجا ما عرض کردیم دو تا برهان داریم بر اثبات وجود باری تعالی، یکی برهان وجوب امکان بود، دوم برهان حدوث قدم. ما برهان وجوب امکان را گفتیم و تمام شد، برهان حدوث قدم مونده، حالا برهان حدوث قدم را تبیین میکنیم در ضمن اثبات قادر بودن خدای تبارک و تعالی. میفرمایند الصفة الاولى انه تعالی قادر مختار، صفت اول اینه که خدای تبارک و تعالی قادر مختاره. باز اینجا هم دو نظر داریم، یکی نظر مکتبهای بشری است که اونها معتقدن خدا مانند یک خورشیدی است که ازلا نور میدهد. حالا میگن این جسم اون جسم نیست، که البته اینم حرف بی خودیه، چیزی که ازلا چیز دیگه باهاش باشه این میشه متجزی، میشه ممکن وجود. حالا این قسمت رو حرفی نداریم، ولی علا ای حال چیزی که ازلا چیز دیگه با او باشه پس نمیتونه اون رو ایجاد کرده باشه، چون هر وقت بخواد ایجادش بکنه میبینه قبلا بوده. مثلا ما نمیتونیم گوشت و پوست و خون خودمون رو ایجاد کنیم، چون خب گوشت و پوست و خون خودمون با همون هست دیگه. یک مثلث نمیتونه سزل خودش رو ایجاد کنه، چون سزل همیشه باش بوده. آتشی که فرض کنیم ازلا بوده نمیشه حرارت خودش را ایجاد کنه، حرارت همیشه باهاش بوده، خودش داره تجزیه میشه، نه اینکه حرارت ایجاد کنه، بلکه حرارت ذات اون آتش و صفت دائمی و همیشگی اون آتشه. اما در نظر متکلمین و اهل ادیان خیر، خداوند تبارک و تعالی قادر مطلق، قادر مختار و ایجاد میکنه ماسوا را، یعنی ماسوای موجود نیست، عالم وجود نداره که او ایجاد میکنه. اگه قرار باشه عالم ازلا موجود باشه با خدا دیگه نمیتونه چیزی رو که موجوده موجود کنه. ولی در کتابهای فلسفه و نمیدونم عرفان و مکاتب بشری همین عقیده باطل رو میگن. در اینجا که علم کلامه این نظریه رو ابطال میکنن، میفرمان خدا قادر مختاره و قادر مختار همیشه چیزی رو که موجود نیست موجود میکنه و لذا عالم باید حادث باشه. قال الفصل الثانی فی صفات ثبوتیه و هی ثمانیتون، فصل دوم در صفات ثبوتیه باری تعالی که اونها 8 تا هستن. صفات دو رقمن، یا ثبوتیه هستند یا سلبیه. ثبوتیه اونهایی که اثبات میکنیم، مانند علم، علم رو برای خدا اثبات میکنیم. سلبیه اونهایی هستند که از خدا سلب میکنیم، مانند جهل، عجز، میگیم خدا جاهل نیست، عاجز نیست، پس جهل و عجز صفت سلبی هستند. اما اونهایی که اثبات میکنیم مانند چی؟ مانند علم و قدرت. علم و قدرت رو میگیم چی؟ میگیم که صفت ثبوتی هستند. هر کدوم از اینها باز ممکنه صفت فعل باشن، ممکنه صفت ذات باشن. پس صفت ثبوتی داریم، سلبی داریم، ثبوتی ذاتی و فعلی، سلبی هم ذاتی و فعلی. ثبوتی ذاتی اون صفتی است که هم برای خدا اثبات میکنیم و هم ذات خداست، مانند علم، قدرت. ثبوتی فعلی اون چیزیه که خدا گاهی انجام میده و گاهی انجام نمیده. مثلا فرض کنید که خدا عالم را خلق میکنه، اجدای هفسر را خلق نمیکنه، این خلقت میشه صفت فعلی ثبوتی خدا تبارک و تعالی. خداوند تعالی عدل و احسان داره، عدل و احسان میشه صفت فعلی ثبوتی خدا. اما صفت ثبوتی سلبی مثل چی؟ مثل ظلم. خدای تبارک و تعالی فعل ظلم را هیچگاه انجام نمیده، پس ظلم کردن صفت فعلیه،
اما صفت فعلی سلبی. حالا میریم در سلبی ها هم، اونها هم دیگه چی عرض کردیم که صفات سلبی هم همچیه فعلی دارند و هم ذاتی. صفات خدا تبارک و تعالی پس در ثبوتی بیان کردیم، صفات ثبوتی ذاتی داریم، صفات ثبوتی فعلی داریم، اولی مانند علم و قدرت، دومی مانند عدل و احسان. صفات سلبی هم باز ذاتی داره مانند جهل و عجز، و صفات فعلی هم داره مانند ظلم و عدم احسان و قبیح انجام دادن که اینا رو خدای تبارک و تعالی انجام نمیده. اینجا میفرمان الفصل الثانی فی صفات ثبوتیه و هی ثمانیتون. صفات ثبوتیه یه باری تعالی 8 است. الاولا انه تعالی قادر مختار، اولی این که خدای تبارک و تعالی قادر مختاره. لان العالم محدثون، به چه دلیل خدا قادر مختاره؟ اگر ما معتقد شدیم که عالم ازلا با خدا موجود بوده و در این حال وجودش وابسته به خداست، مانند حرارت نسبت به آتش، خب آتش نسبت به حرارت اختیاری نداره، نمیتونه اونو ایجاد کنه، خودش داره تبدیل میشه. اما اگر فاعل مختار دونستیم، میگیم ببین الان شراب خوردن موجود نیست، کسی ایجادش میکنه، نماز خوندن موجود نیست، کسی ایجادش میکنه، نماز خوندنی رو که ازلی موجود باشه دیگه کسی نمیتونه ایجاد کنه، شراب خوردنی را که ازلا موجود بوده کسی نمیتونه ایجاد کنه. البته فعل ازلی ذاتاً معنایی نداره، فعل همیشه باید حادث باشه. لان العالم محدثون، ما اثبات میکنیم کل عالم حادثه و خدای تبارک و تعالی قدیم. اگر خدا فاعل موجب بدون اختیار بود، باید عالم هم قدیم می بود یا خدا باید حادث می بود، و این هر دو باطلن که انشاءالله در جلسه بعد توضیح کاملی خواهیم داد. ربنا فاغفر لنا